سیستم پادشاهی رو چه کسی سرنگون کرد؟ آیا واقعا حدود 1 میلیون جمعیت ایران که اومدن تو خیابون در سال 57 یا تمام کشورهای قدرتمند در اساس ساختار سازمان امنیتی و جاسوسیشون دستور گرفتن که باید الان حکومت پادشاهی و شاه ایران سرنگون بشود؟ خب اونها که میدونستن ملت ایران رو میشناختن، تاریخ ایران رو بهتر از ما خوندن و مطالعه کردن و میدونن که در یک آینده نه چندان دور نسل جوان ایرانی بلند میشه و حقشو میخواد. شرایط رو از همون روز آماده کردن که اگر ملت ایران بلند شد بگن خیلی خوب، این فساد و فحش و قتل و غارت و اختلاس و دزدی و نابودی محیط زیست و همه و همه رو که دیدید در طول این 43 سال نتیجه اسلام بود، نتیجه حکومت جمهوری که نبود. جمهوری در ذات خودش یک نوع حکومت بسیار خوبیه. ببینید تو اروپا، تو آمریکا، ببینید چقدر خوب جواب داده، چقدر شما بچه خوبی هستین، بیاین سراتون بیارین جلو، یه بار دیگه شیره بمالیم سرتون. این بار چجوری فقط اسلام رو وردارید، حالا بکنید جمهوری ایرانی، بکنید جمهوری دموکراتیک، بکنید جمهوری فدرالی، ببینید اون وقت خوب میشه. باز 40 سال دیگه، 50 سال دیگه این روند رو بخوان برای ما ادامه بدهند. تمام شرایط رو فراهم کردن برای این حرکت. در 2 سال آخر حکومت شاهنشاهی تمام احزاب تروریستی به عنوان دست‌ها و شاخه‌های تروریستی روح الله خمینی کردن، بردن در بیابان‌های قم. در اون زمان پونک یه بیابونی خالی بود، در بیابون‌های پونک، در بیابون‌های شهریار، در شهرستان‌های مختلف کشتن سربازها رو که به پادگان‌ها نروند. 17 سینما رو آتش زدن که بدترینش سینما رئیس آبادان بود. 3 بار بازار تهران آتش زدن، 2 بار بازار سبز میدون در پایین میدون گمرک آتش زدن که چه بکنند؟ که فقط مردم ایران رو بدبخت بکنند. حکومت پادشاهی و اون همه تلاش 2 پادشاه ایرانساز پهلوی رو بکنن اندازه یه ارزن رو نابودش بکنن و ملت ایران فریب بخوره. همون کسانی که همون چپی هایی که اون روز اسلحه دستشون بوده و اومدن اعلام ندامت کردن و گفتن ما دروغ گفتیم، ما اشتباه کردیم، باز هم در اندیشه های کثیف چپی خودشون مانند اسماعیل خویی ها که سقط شد، در شب شعر چپی ها میرفت شعر میگفت بر علیه استبداد شاهنشاهی، ولی کسی نرفت بخونه، کسی نرفت دنبالش بگرده ببینه آیا وقتی میگه ما اشتباه کردیم دنبال چی داره میگرده. یک بار اومدن بگن که تمام اون کسانی که چپی بودن گفتن اشتباه کردیم، بگن ما بر میگردونیم ایران رو به سال 57 به حکومت پادشاهی و مردم ایران بیان رأی بدن. تنها یک تن با یک عقیده بالای دموکراتیک بر اساس سفارش شاهنشاه آریامهر مشروعیت خودش رو باز آورد در طبق اخلاص در مقابل مردم ایران به صندوق آرا سپرد، اونم پادشاه قانونی کشورمونه، ولاغه هیچ کس دیگه نمی کنه این کارو. چرا همش می خواهیم دست و پای پادشاه رو ببندیم؟ چرا همش می خواهیم بگیم آقا فقط شما فرمانده ای؟ مگه الان عهد کیرکمونشاهی که ما شاه مملکت رو برداریم بیاریم بگیم آقا شما فرمانده ما باش که از بین ببرنش؟ پس من سرباز چیکارم این وسط؟ ما سربازهای ایران این همه شیرزنان و دلاور مردانی که دارن مبارزه میکنن چیکاره هستیم که بلا فاصله میاییم آویزون میشیم که شاهنشاه باید حتما بلند شه بیاد وسط؟ ما فقط یک راه حل داریم، همونطوری که تمام گروه های چپی اومدن گفتن مرگ بر شاه و
درود بر خمینی، باید این شعار ایرانگرایانه رو در سراسر ایران دوباره برپا کنیم در این تجمعات. شعارهایی که نشان دهنده بلوغ سیاسی جامعه جوان ایرانی باشه، نه فقط نشان دهنده بیداری جامعه ایرانی. انقلاب امروز در طول این مدت 9 هفته نشون داد که بسیاری از مردم ایران بیدار هستند، بیدار شدند، از توی رخت خواب غفلت بیرون اومدند، اما هنوز نشون ندادند که هوشیارم هستند، به بلوغ سیاسی هم رسیدن، که اگر رسیده بودن فریب نمیخوردن و در تمام شهرها به خاطر اینکه برسن به اون چیزی که خودشون دوست دارن، شعار رضا شاه رو از شاد، ای شاه ایران، برگرد به ایران، بگو برگرد شا، شاهزاده کجایی به داد ما بیایی، در تمام ایران تنین انداز میشد، شبها در پشت بامها تنین انداز میشد. این خیشکاری یکایی که ما ایرانیان هست که در بدترین شرایط تاریخی انقلابی که داره رقم میخوره، حواسمون باشه که در اون دالانهای تاریک زندان بزرگی که جمهوری اسلامی برای ما ساخته، انقلاب ملت ایرانو که تا این اندازه بابتش تاوان داده، بچه 6 ساله رو از دست داده، بچه 10 ساله رو میبندن به رگبار، بچه 12 ساله رو میکشن، دختر بچه 14 ساله رو با تیر میزنن تو سرش، به راحتی نتونن بدوزن، که اگر کمکاری هر کدوم از ما ایرانی ها باعث دزدیده شدن این انقلاب خونین بشه، تمام ماها نه تنها خائنیم، بلکه بزرگترین مهر ننگین تاریخ ایران بر پیشونی یکایک ما نقش خواهد بست و نسل آینده ما، از فرزندان ما تا نوه های ما تا ندیده و نبیره، هر چیزی که در آینده به عنوان نسل های بعد ایران هست، حتی سر قبر ما توف هم نخواهند انداخت. ما جایی برای جبران نداریم، چون 43 سال تجربه جمهوری اسلامی رو داریم پشت سرمون، دیدیم. امیدوار هستم که هرچه سریعتر این انقلاب به پیروزی بشینه و تمام شکار جمهوری اسلامی، و امیدوارم ما ملت ستم دیده و مظلوم ایران که این همه کشته دادیم از 1320 تا الان پادشاهی خان، یک بار بتونیم شهامت داشته باشیم برای خودمون قبول کنیم مرگ یک بار، شیون یک بار، و پای خواستمون بیستیم و حقمونو از دنیا بگیریم. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه و بدرود دوستان.